اونجا این کیه؟ این بلند چپا بابا بگیره بگیره چپا بلند من دست دیگه خود لطفم تفریش دست دادن خود ممنونم آقای محترم اون اسمش مال من بود کدوم؟ همون خیاری که کلش بلعیدی سلمان من نیست کرده بودم با هم بخوریم واقعا؟ بله ببین عزیزم هیچ موقع منو برای نصفی بیدر نکنم حتی اگه اون مورد موز باشه بعد هشه کنم فهمیدیم ببخشید عزیزم از من خطه سر زده؟ نه اصلا کسی که کل سفر خوابیده چه خطه ازش سر میزنه؟ سلمان ما کلن 2 ساعت را افتادیم تو سرجم 20 ثانیه هم بیدار نبودی آقای راننده مگه نمیگم بزن کنارم من میخوام پیاده شم آقای راننده شما کار خودتون رو بکنید این یک مشکل خانوادگیه خودمون حلش میکنیم چی اینقدر سخت میگیرید هنوز اصلا خودمون شروع نشده بذار از اول زیارت بشیم بذار سلام چه برنامه برد داره بشین نگاه کنید دخترم اول زندگی دوا بروفه شکوم نداره تو هم آدم باش صندلی خوبه را خودت برداشی تخت گرفتی خوابیدی شکستر دادی به دختره صندلیت خرابه؟ نه خراب نیست تو که بزن؟ چه بامزه آقای کلن بیخیاله کسی که اول زندگی پا میشه میره حلقش میفروشه میده ارز دیجیتال من دیگه چه توقعی تو هم ازش داشته باشم آقایم برای آینده خودمون بوده سرمایه گذاری کردم وگرنه توی این منطقه بپرسید از سلمان پیشور دست دربصر داریم داریم والا ما که چیزی نیدیم دریق از نیم کیلو شیرینی که بین این مسافرها پخش بشه کار از نیم کیلو یا کیلو درست نمیشه آقا هنده یه ذره جلوتر بزن بقل آش مهمون آقا دامادیم بفرم ساعت تومن میشه من شاگرد شفورم این برای راننده است بفرم جناب بفرمایید در خدمتم سلام علیکم من خدمت داری میشوری خواهش میکنم همین اینا توی اتوبوس بودی سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید چه خوبی الحمدلله زنده باشید ببخشید 23 تا اش توی این کاسه های بزرگ 24 تا تو چه جوری میشمری من هرچی میشمرم 24 نفری شو میگم مگه تو خودت نگفتی آقا مغازه بین راهی هیچ چی دوست ندارم بخورم نگفتی من حساب نکردی این ظرفا در میاد نفری 50000 تومان 50000 تومان؟ بله 23 تا 50 24 تا 24 تا 50 تومان
1,200,000 تومان؟ بله مایست. قلبم گرفت. ای بابا. ببخشید، توی این کسای کوچک نفری چند در میاد؟ اینا نفری 30 تومانه که 24 پرسش میشه 720 تومن. 720,000 تومن؟ بله بابا. خوبه دیگه، چه بکنیم؟ آقا تو همینا برام بریز. چش برادر آدم. نه نه نه، یه دزه اجازه بده. ببخشید جناب، تو اون لیوان اگه بخوایم چند در میاد؟ بدم لیوانا؟ اون لیوانا. سلمان، اینا لیوان شربته. کی تو لیواناش میخوره؟ نه نه، منظورم اون نیست. اجازه بده. ببخشید. خواهش میکنم. چند در میاد؟ دوست عزیز، میخوای کلن مهمان ما باشی؟ واقعا؟ دیدی چی میگه شیرین؟ گرم که مهمان ما باشی. سلمان، به چه را روستی میکنی؟ تو شاته اسپرسو میخوای آش بدی دست مردمون؟ ای به خشکی شانس، این از کجا فهمیدن که اینجا دارن آش مجانی میدن؟ ای گیان، بابا اینا تو یه دقیقه سفارش نده برم ببینم اونا چند نفرن. فقط یه لازم واسه کارت جان. همه سفارش من رو تره اسپرسو بزن، در غیر این صورت من هیچی گردن نمیگیرم. بدون خوره این؟ نان و پیاز دوستان، هیچی به اندازه ترکیب نان و پیاز نمک روی میز رستوران حال نمیده. با برما خواهش میکنم تعارف نکنید. یادش بخیر دوران خدمت یه رستورانی بود، هر وقت میرفتیم تا منو می آورد ما با نان و پیاز خودمان سیر میکردیم و برمیگشتیم که آبادگان. ببین اینا دروغ نمیگه، دهنش آنچنان بوی پیاز میده، آنچنان بوی پیاز میده که تانک های دشمن تشویه 10 کیلومتری عقب بیرون. ببین کی آمده؟ لطفی جانه بارشا مبارک شاد آقای والا بشینگم و این ساعت برسوشته سفرش دادیم و خوردیم، برای همه اتوبوس هم سفرش دادیم، برای شما سفرش دادیم، الان میاد خدمت دوزو برزه زمان آقا خواهش میکنم بگیم دست نزدید، عروسی من خیلی وقت تموم شده، مثلا الان وسط ماه اصلی میاد. ما به ماه اصل شما چی کار داریم؟ آقا سلمان یکم جلوتر جده دوشاخه میشه، شما اولا برید شمال دنبال صفا سیتی، ما هم ایلا میریم کرمان دنبال یه لقمه نان و فروش صنایع دستی. الهی بگردم، بچه‌م هنوز 2 ساعت نیست که با سلمان تنها مانده، ببین چنی زیر چشش گود افتاده تو رو خدا. واقعا؟ اما گیان مطمئنی گودیه؟ این کبودی نباشه خدایی نکرده. بسه ببینم، ببین دختره، اگر یه موقع خدایی نکرده این دست بزندره همینجا بگو تا مقبرش در جوار همین اشکده بنابرای. نه نه نه، آقا ما بیشتر از 2 روز نیست که زیر یه سقفیم. این گودی قطعا نشانه از فقر مواد معدنی و پروتئینی از سن 5 سالگی به بعده. دادی ساتن، دیدینش چی گفت؟ این یادتونه که تا چند وقت پیش بالا پایی میپری خوش به در دیوار میزد تو با شیرین ازدواج بود. حالا که خرش از پل گذشته در رشته اسیدامینه دکتر من فکتوز بود. گیان الان من دیگه دومد شما، من جای پسر شما، دیگه حرفه چیه؟ ای بابا نقطه. ای کاش یه ذره از این رونالد خانم یاد میگرفتی آقا سلمان. ای رونک سلام. نگاه احساس مسئولیتش نگاه بکنین. یه مینوبوس شری از عموش قرض گرفته که ما رو بره کرمان. علی مینوبوسا که جمع نمیخوره. به این میگن احساس مسئولیت. آقا نور. میگه این دختر. چه بکنین دختر؟ بابا این یه قران دیر ما نمیاد. ما باید مخاطب رو بخوری نان و پیاز بخوری چه تاروخ بخوری کاووز بخور بیا بیا برو من بگم برو کاره بگم بگم باید به این مهربان تر صحبت بگم این یه ذره رو لحنش کن دو چیز حساسه این نوعه همه صحبت بگم اینم نسبت کدام بدم پشت فرمان بودین؟ من چجوری کاره کردی؟ چجوری که؟ جاده جز خلوت‌ترین جاده‌های مواصلاتی کشوره. هر 10-15 دقیقه به زور یه ماشین رد میشه. اونم جاده ماشین راهنمای رانندگی.
اصلا بحث شلوغی خلوتی نبودا، این اشعه خورشید خورد تو چشمم، بعد اشعه خورشیدم که میدونید فرابنفشه دیگه، فرابنفشم سرطانزاست، برای اینکه خدای نکرده سرطان نگیرم گرفتم سمت کو که اینجوری می‌کنی. خوبی کردی. نه نه جریمه ننویس، ننویس جناب صاحب، اتفاقی نیفتاده بابا، ماشین ما فقط کمی آسیب دیده، اونم فدای سرت، فدای یه درجه. به هر حال به اموال عمومی آسیب زدین. اموال عمومی کدوم؟ گزارشی که برام می‌نویسن می‌برن راه و ترابری، اونا تعیین می‌کنن چقدر باید جریمه پرداخت بکنین. ولی فکر نمی‌کنم بیشتر از 5 تومن باشه. 5000 تومن؟ 5 میلیون تومن. 5 میلیون؟ خاک بر سرم، مگه چه شده بابا؟ یه تابلو من، یه پاکت سیمان می‌گیرم، خودم برنامه‌ای بلدم، درستش می‌کنم. 4 تا هم سنگ‌ریزه افتاده، ما می‌ذاریم جای جناب سروان. جان. بیا اینجا هاکو. بیا هاکو شهر بخوابه. بودو. بودو بیا. معیار بیا هاکو، 5 میلیون جریمه خودت باید بدی ها. نه ها نمی کنم، بابام گفته ها یه چیز شخصیه. او های باباته که شخصی، مشکل داره که ها نمی کنه. بیا برو ها کو. مگر خوشت نظر میارم ها. به هر حال میل خودته، اگر ها نکنی خودت اون ماشین ده توقیف میکنه. نه جناب سر بابا، الان درستش میکنم، اتفاق نیفتاده. بیا احمق بیشور، اگر بیان الان ماشینه بکردن پرنده پیدا بکنن 400 میلیون باید جریمه بدیم. بهتر از اینه که من بیافتم زندان. زندان برسی تو، چقدر احمقی. ها کردن زندان نداره. بیا برو ها نمیکنم. نیار نگونه چیزی مصرف کردی ها؟ به من نگاه کن، چیزی مصرف کردی؟ خاک بر سرت، مصیبت. چه مصرف کردی ها؟ دیگه دیگه جدیده؟ اویلا دیگزامه تازم، دیگزامه همه رو بکن، همون که برای سرما کنی. بابا حالمه به هم زدی احمق پنبه، چه ربطی به ها کردنه داره؟ بیا برو. ربط نداره؟ من فکرم دستگاش اینقدر قدیه بود، الکول رو میخوام. بله بله ببخشید، دارم سرما آمدم خدمت دارم. بله. چیزه توش؟ چیزه توش؟ آجی چیزه این جا خوابمونه جناب سروان. ما چون رانندگی طولانی میکنیم، یه نفر خسته میشه میاد اینجا دراز میکشه استراحت میکنه، و بالعکس او یکی میاد. یعنی تو این میخوابین؟ بله بله بله، جا داره، خیلی جا داره جناب سروان. منم بچگی مادر داشتم جنینی میخوابیدم، دستام اینجوری میکردم تو سینم، پاهم تو شکمم، پوچک میشدم جناب سروان. من مادر ندارم. خدا ولی بیا بازش کن. نه اونجوری نیست، اجازه بده، این کلید داره، کلید شست منه، بفرمایید آقا. نه الان براتون بازش میکنم. تو فتی والد اون که کلیدش نیست. چه اینا کلید... اینا باز کرد. آه بازه. جناب سروان بفرم، ما یه مرغی داشتیم خب، و مرغ رو خوردیم، پراش رو ریختیم اینجا جای تشک، اینم ظرف آبمونه، و اینم دیگه باقی ماجرا. اگه سوالی چیزی هست برنده در خدمت شما هست. بله در خدمتی، در خدمتی. خاک ببینم آقا. بابا نه تر بابا چرا شما دگزامه تازون زده میترسه؟ بسه جوابش که میاد الان دیگه. سه روز وقت دارین جریمه دانه پرداخت بکنین، وگرنه دو برابر میشه. بله بله. نه نه قبل دو برابر شدن رو چشم میذارم تقدیمتون میکنم، جریمه من حتما پرداخت میکنم. چه کار کردی تو؟ بسم الله گرم بلم جودو کر. کجا قایم کردی پرند؟ عمو کجا گذاشتی؟ اینجا نیست. نگه حالا که اینجا رو نگه. کجا گذاشتی؟ این پلیسا که اومدن من یه حسی بهم گفت اینا سری میان سر وقت این پرنده شاهین دیگه. خب چیکار کرده باشم؟ چیکار کردی بو؟ من اومدم سری پرنده شاهین رو پردادمش رفت. چیکار کردی؟ من پردادمش رفت. یه بار دیگه بگو چیکار کردی؟ پردادم شاهین دیگه. پردادیش رفت؟ آره آره. که ما نگیرم شاهین پردادی رفت؟ که ما نگیرم. وا ویلا بدبخ شدم رفت. ما نگیرم. وای وای مایور چه کار کردی؟ لامت چه کار کردی؟ اون پرنده 3 میلیارد بولشه، من بدبخ شدم. حالا جواب اون رابطه خارجیه که هشام نامه تو چوار منتظرمونه، چه بدم جواب اونه؟ چه خاکی به سرم کنم؟ اما نیمه پر لیوان رو نگاه کنین دیگه. ما سایر 3 میلیارد نشد. خب بچه بله خب برای 4 میلیون هم جریمه نشدیم. وای وای میار بعد وقتم کردی میار، تو چیزی با یه عقلت به این سر رسیدی؟ بعد بزنم من دیگه طاقت بی پولیه ندارم. برای 45,000 من برق خونم قطع شده، تلفنم یه طرف شده، همه طلبکارام دارم پوشی بود بعد برام میبرستن. من مادر ندارم، نفس نفسم
نفس من. نفس حق داری نفس نتونی بکشی همون خلیل. امو خلیل، امو قربونه تو بشم، امو، امو قربونه بیدار شو، امو نفس بکش قربونه، به خدا برمیگرده پرنده. ببین این پرنده تا الان دو بار رفته، این جلد دختر امو ادریسه، هر دو بارم برگشته به خدا. خیلی خوش آمدید، خدمت شما. بفرمایید، خدمت شما. دستتون درد نکنیم با موشکم دست درد شما همین زگر دست درد کنه ببخشید قربانه آقا شرمنده من این مورد خیلی وقته که ترک کردم بیا ولش دار آش روش دست مو که من گیان ببخشید دیگه بعد از عروسی و یه مقدار دست برام تنگه خوش دوست باشه که خیلی آه خوش میدونست بعد نکتشتی باشه مثل کلا آقا چی جوری آخه این جوری امو کابوس چی کردی امو کابوس بیا بابا بیا چه کار کنی داری به من میخدی آخر کجا رد بکش امون گاز واقعا ته خوش سفری دیدین چیکار کرد بابا این مرد بمب خنده است من خوش سفر مثل امون گاز ندیدم بله حالا کجا شدیدی وای جان بذار یه کمی یک ما بشه ببین با روح روان دان چه بکنم زمد یخ امون گاز هم وابشه بفرما اینم یادگار مادر جناب علی که خیس خالی شد بابا جان آخه تو چرا روی لوازم صنایع دستی آدم آب میپاشه شرمنده دایی جان می‌خواستم بپاشم به پنجره ها ولی خب میدانین که ضرب دستم زیاده اصلا نگران نباشین آقا نوری بدینش به من میبرم اون بر پهنش میکنم زیر آفتاب یک روبه خوش میشه بدینش نه لازم نکرده بابا جان بفرما لازم نکرده بابا خب بده ببر پهن بکنه دیگه خوش میشه جان این همه کافیه اونجا پهنش کنم بعد از روناکان مرغ و خروسه این که بیان روش تعظیم بکنه نه؟ نه سلامتی این ارزشمندترین یادگار خوجسته خدا بیامرزه خدا بیامرزه رفتگان شما خدا بیامرزه این واقعا مادر شما دو ساعت دو روز قبل از اینکه فوت کنه این قیچی که تمام که دو بعدش هم فوته الان واقعا صحیح که یه یادگار به این ارزشمندی به خاطر سهلنگاری چند نفر به سمت سراشیبی سقوط سوق پیدا بکنه نه خدا بیامرزه خجسته خانومه بله خدا بیامرزه ولی آقا نوری صد تا از این بهترشه فریده با دستای خودش بافته داده به من ببرم نمایشگاه کرمان بفروشم دست فریده خانم درد نکنه دستش درد نکنه ولی همه میدونن که فریده خانم شاگرد درجه سه گراز گلیم بافی خجستگی هم بود خب باشه باشه شاگردی که آر نیست یه زمانی هم افلاطون شاگرد سقرا بود ولی همین آدم به بزرگترین فیلسوف تاریخ تبدیل شد اولا این که صحبت کردن در برای بزرگترین فیلسوف تاریخ کار من شما نیست ثانیاً اون اسمش سقرا نبوده خاله سقرا یکی دیگه است این سقراته میدانم اسم سقراته اما ته دستدارش آقا نوری قلب به میم میشه اصلا تلفظ میشه قلب به کدام میم میشه عزیزم آیا ببخشی شرمنده آیا تای دست در سقراط نوشته میشه ولی تلفظ نمیشه کاملا تلفظ میشه اما کیوانگیان تای دست در یه جایی نمیاد یا اگرم جایی بیاد به شدیدترین حالت ممکن تلفظ میشه مثلا مثل چه؟ دکتر آفرین خیلی بامزه گفت. بامزه است بابا. می‌ذاری گوش از ولی بامزه گفت. می‌ذارم من زیاد. دست داره نگو. ای لقمه بگیرم. ای دست داره نگو. اون پنیر خیلی خوش میاد. این لقمه بگیرم. ساقه زاو. پنیر ساقه زاو. نه اگه خوش نباشه نرم باشه. از این خوشمزه تر من نه. بیا بیا. بیا ساقه لام. دست داره نگو. نه مگه نرم باشه. نرم. چی شد؟ وای آقا مرد بازم بشه چی شد؟ آیان
نه بابا هیچ نیست. بابا یه ذره زخمی شده. خواهش میکنم دورش رو شلوغ نکنید. خلوت نکنید. یه پارچه دستمالی به من بدید. دورش رو شلوغ نکنید. دستمالی پارچه چیزی دادی؟ آ دست درد نکنید. هیچ چیزی نیست. هیچ چیزی نیست بابا. یا عزت منن. این مگه همون کرشمال خود من نیست؟ مگه قرار نبود اینو تحویل در این محیط زیست بدین؟ والا آقا خلیل نه قرار بود تحویلش بدن، ولی همه یه رو پیش ایجا رفتم سرویس، دیدم زمان بسته نشسته رو دیوار هی جوری زل زده به من. به خدا منتظر یه فرصت بودم بشتم بگم. بابا قیمش کن، کسی نبینه قیمش کن. آقایه چی وقت جناب علی شرمنده هم مگه نگفتی که مهیار یه عکسی گرفته از کرشمال در کنار مأمور اداره محیط زیست برای تو فرستاده؟ گفتی یا نگفتی؟ گفتم. خب گلی نوری جان، آقا من که علم خیلی ندارم، رو پیشانی طرف هم نمیشود مأمور محیط زیست، طرف چکمه پوشیده و دستگیش هم دستش رو گفتم حتما محیط زیستیه. بنده داش چقدر بی‌تربتی بابا. خانم شما چی؟ شما نگفتی که اداره محیط زیست به شما یه پیامک داده گفته حال قرشمال خوب و سلامت و هیچ مشکلی نداره؟ گفتی یا نگفتی؟ گفتم. البته دایی جان اشاره مستقیم نشده بود به پرنده، بعدن که با دقت نگاش کردم دیدم تبلیغات آدم سلام. او یس اف کورس. گرفتم گرفتم. خب آقای افشین خان. بله آقا نوری. تو برش بودی. مگه نگفتی خودت دیدی که شاهین اگر تحویل محیط زیست دادن؟ باید دقیقا نگم میکردم. من رو بخش رو سر قلم. شی من آقا من از اولش گفته بودم یا نه؟ نه با اون نه اون نه به یه دقیقه سر تاو بوشه وردر. آقا من به شما گفته بودم یا نه؟ گفتم که این خلیل آدم این حرفا نیست. گفتم یا نه؟ گفتم که این خلیل هیچ وقت این بالابان این شاهین دست آموز به این گران قیمتی ولی نمیداره بده تحویل اداره محیط زیست. اینو گفتم یا نگفتم؟ خب تمام دیگه، وقتی همه رو گفتم همه در جریان هستید، من با این آلت جون هیچ جا نمیدم. شرمنده الان همگی برمیگردید اینو تحویل اداره محیط زیست میدیم، بعد دوباره با این مینوسه برمیگردیم میریم سمت کرمان و نمایشگاه صنایع دستی و این چیزا. رونی کلمن دایی برمیگردیم ولایت. بفرمایید. مسافره جا نمانن ها، دو دقیقه دیگه حرکت هم شیرینگر درست دمون میکنن. ما اصلا رویایی در انتظار ماست. سلمان تو واقعا حال روز بابای منو نمیبینی؟ از خودی و غیر خودی رو دست خورده، بعد من همینجوری ولش کنم باشم میام تو برم معسل؟ چی میگی شیرین؟ بر روح جانتن اگنه تنها میره معسل، باور کن شوخی هم نمی کنم. بعد فردا روزی حسد میخوری چه تو عکسه معسل مون تو نیستی. اجاز نکن نوری، اگه برگردی به نمایشگاه کرمان نمیرسیم. بابا این بدبختا با هزار امید آرزوی اینا رو باری ماشین کردن. آقا جان من با این آلت جن جبه جا نمیشه، واسه جایی نمیره. میخواستی اون موقعی که با خلیل هندسی میکردیم خدا حافظ، خدا حافظ، شیرینگر مراقب خودت باش. شیرینگر، شیرینگر خدا حافظ، مراقب خودت باش. من قدر بالا برم، ما اگه هم دست خلیل بودیم اما کاوس بدبخت دست تا آرش نمیکرد تو سبد مخفیگاهی قرشمال. خب حالا این امو کاوس من میدونم بپذیرم که در جریان نبوده، این دخترای منم به احتمال زیاد شهروندن، ولی شما همگی تارگت منید و قطعا دستتون با اون خلیل مافیا تو یک هست. آقا نه حالا دیسلایک اینجا فرق نمیکنه. من میگم اصلا چه اصراری برگردیم؟ من سرچ کردم تا دفتر محیط زیست بعدی فقط 22 کیلومتر فاصله است. اینا ها اینه نقشه. حالا از این گیرم نقشم باشه اونجا به ما اگر رفتی تو مسیر یه هوی معمولی آمدین از ما گرفت، ایا ما پول جریمه اینه داریم پرداخت؟ نه اون موقع زندان شکی باید بره؟ بله. آخه نوردین خانزاده تنابه در گردن کی میفته؟ نوردین خانزاده چهار پایه را زیر پایه نوردین خانزاده کی میزنه؟ چه بسا همین امو کیوان کلان گیر داده به من میگه کتابی ها همین چهار پایه را میزنه. من چهار پایه زیر پایه فلا میزن؟ چرا جبسازی میکنی نوری؟ بابا من اگر تصادفاً یه پشه بکشم تا یه هفته برای شم روشن میکنم. والا تو نزنی اون ساقولم میزنی، بالاخره یکی تن میزنی دیگه. شما نگران اونش نباش دایده، کار اونا رو زمین نمیمانه، حتما خودش آن یه نفر داره بزنه زیر چهار پایه. اگر سوار نمیشین خاموشش بکنم، زیاد که در جا کار بکنه سوزن انجکتورش گشاد میکنه. سوار شین.
آقا بیاین سوار شید. آقا من نمیذارم. آقا ساکت باشید. خیلی خوب. اجازه نه نه اجازه. باشید باشید. آقا اگر میریم تا اون چیه ادن محیط زیست بعدی، ولی تا اونجا اگر به هر دلیلی این شاهین تحویل ندیم ادامه سفر به کرمان کنندم یکون تلقی میشه. خوبه؟ خوبه 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 لایی به ارسن رسی قرشمال. آی رو امو خوز این چه حرفیه میزنی آخه؟ کنن یه سنت از این انگوش کنده شده یه سنت، این یا خود سبز میشه یا درست میشه. یا بینیم باور چه درست میشه وحید؟ میفهمی چه داری میگی؟ من بهترین انگشت من دست دادم، تو که نمیدانی چه نوستالژیایی که با این انگشت من نداشتم. چه نوستالژیایی؟ کلا تو دماغت بوده دیگه. بفرما بابا بفرما. بفهم چه داری میگی؟ درست؟ برو همین کابوس خیلی. امروز 4 آگوست 2023 مصادف با ربیع الاول 1445 ما وارد رستورانی بزرگ و شیک شدیم. همگی 6 لیتر سفارش دادیم. نورالدین میخورد و میگفت به 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 ششلی خوردم؟ مثلا مثلا که اونجا عشقاده بود، منم یه قشق عشق خوردم کلن. نوری جان این سفرنامه است، قرار آیندگان بخوانن و در مورد ما قضاوت کنن. حالا خودت ببون باشی دمت گرم. ششلی خوبه یا عشق؟ ابا ششلی خوبه رد باشی. شرمنده بابت دستان آزمی نکیم شیه کم آرام تر. این خرش بالگه گذاشتم تو سبد پیکنیک کم آرام بگیره، رم بکنن کنترلش سخت میشه ها. دستان آزدیه چه بکنن؟ ایوه ویلا این خیس شده، رنگ این طرفش به اون طرفش فرق کرده. خوش از تکم ببخشید شرمنده. خجازه من واقعا بدبختم، یعنی بدبخترین آدم روی زمین منم که عرضه نگه داشتن این یادگار به این قنج منجیل نداشتم. من بدبختم. دورگی هم بابا. نه 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 بدبخت من و امثال من. من بدبختم. بدبخت من و امثال من این که این همه خنزر پنزر رو رو کورمون گرفتیم و اواره جده ها شدیم. هویت من از اینه، اصالت من، تاریخ من، میلیون ها تو من پولشه بینم میگه خنزه پزه. اصلا قیمت من نمیدونم. اولا اینا خنزه پزه نیستن، سوم من بدبخ منم که هیچی ندارم برای فروش، ولی با این حال سرگردان و بی آینده افتادم دوباره شما توی جاده. دومنش چی بود نگفتی؟ دومنش اینکه یارانه نرسن به حسابم. بدبختی بالاتر از این هست آقا نوری؟ خالم تو رو خدا ناشکری نکن. بدبخت دو عالم منم که وسط معسل شوهرم به خاطر که یه ذره ناز کردم ولم کرده تنهایی رفته. ندیدی چه توفه این تنزی هم هست؟ گوشش هم پیش من جا مانده. میخواییم ببینین عکس پس زمینش چیه؟ عکس پس زمینه که دیگه خود شما اشی میخواند. بله بله. جنم شوریه ای سلمان. جانت آن فقیر. اما دوستان همگی قبول بکنین که بدبخت واقعی منم. منی که بر اساس اطلاعات غلط فقط تا کاشان آذوقم رو خودم آوردم، در صورتی که بعدم متوجه شدیم مقصد کرمانه. درست میگی تو کیوان، بدبخت‌تر از تو حی وجود نداره. بفرمایید. اینا با فال نیک بگید بابام تو این مسیر جاده بر میتانی و آذوقه کوپتی در چه ما کنیم وایی؟ ته خوش سفری تو همو کاوز کیف میکنم بلد. حالا کجا شدیدی؟ حالا اینه رو گفتیم، ولی صحبت کردن در برای بدبختی دو سفر اصلا شغل نداره. ولی اگر بخوایم از هر زاویه نگاه بکنیم به نظرم این صدرنشین رنگین که بدبخته بنام. نه بابا نه چه، چون یه پسرمو گوجی دارم حتی لیاقت این نداشته یه پرنده رو ببره تحویل اداره محیط زیست بده.
این پرنده عبد خانه ادیز نشسته رو دست این دختر. بله. خب این آورده تحویل من داده شده. همگی شاهد بودین که من بخواستم برم تحویل در این محیط سیز بدم. ولی این خلیف آوری سر کلش پیدا شد. ای من مادر ندارم، من پدر ندارم، من برادر ندارم. این گرفت تو حسن نفهمیدیم چی کرد. نباید گول میخورد. آقا نوری اگه یادتان باشه من چقدر بهشتان گفتم. این شاهی آموزش دیده از قشنگ معلوم آموزش دیده گران قیمت ها. هی جوری ندینش دسته آقا خلیل. ولی هیچ که گوش نکرد. راز میگه اینه گفت آره آقا خلیل که نبرده بفروشتش. سوال اینجاست که چرا این پرونده رو ول کرده به امان خدا؟ از کجا میدونی نفروختمو کی بود؟ شاید از دست همین صاحب جدید ریفرال کرده. راست میگه. این نیست. درست میگه. معذرت بابت ترمز ناگهانی. یه خدا بی خبری پیچید جلوم. لطفاً کسی دخالت نکنه. این تصویر حساب شخصی بین دو تا راننده جاده است. چه شد؟ یعنی به نظرتان الان نباید پیاده بشیم ببینیم چه خبره؟ آخه گفت دخالت نکنیم. بیادبی نیست اگه پیاده بشیم؟ خب الان اگه یه بلایی سر روناک بیاد وقت کسی میتونه این ماشین رو برانه؟ واقعا منطقی داره میگه. برو برو میگن این که خلیل خودمانه. باز میگه خلیل این دیگه هیچ موقع خلیل خودمان نمیشه. چیزه امو جان؟ ای جلوتر نمیتونی بیای امو؟ واقعا؟ بله نمودت به جان پسرمو که از همه چی برام ارزشمندتره داشتیم میبردم این حیوان تبدیل بدم به محیط زیست. یه هو وشش رو ناغافل این تیری که از چله کمان رد بشه پر زدف هوا او گویی که جانم میرود. به روح مادر بزرگ قسم وقتی فهمیدم شما پیداش کردی بال در آوردم. یعنی تو باورت میشه که من 48 ساعتی که پرنده گم شده بود چشم به هم نذاشتم؟ نه باور نمی کنم. حق داری پسرم حق داری، ولی من هنوزم دوستت دارم. حیف که میدانم اگه اقدام کنم دستت میکشی عقب، وگرنه همین الان دستاتو میبوسیدم. والا میتونی شانست امتحان کنی. نمیکشی عقب؟ امتحان کن. آقا جان بخشش از بزرگانه. الان مهم اینه که ستای ما دغدغه زیست محیطی داریم. بیز اینجا پوست تخمه ده بگو. آقا جان من عمو خلیل که میخوایم اشتباهمون رو جبران کنیم. شما هم بیا توی این مسیر کنار ما باش، یار ما باش، حلمون بده. این شاهین رو بده به ما، ما این شاهین رو تا 45 دقیقه دیگه برسونیم اونجایی که باید بره. شما اگه بخوای میره. میشه جناب علی صحبت نکنی؟ هیچ وقت کلا میشه صحبت نکنی. عقب تو هم میگن دامت. شما مگه قرار نبود بعد پروسه انتقال شاهین به محیط زیست نظارت داشته باشی؟ چقدر این بهت پیشنهاد داد که بی خیال مجرا شو؟ 30 میلیون. 30 میلیون؟ تومان. ای اون خاک لمیزه بر اون سرت کنه. چرا تو قیمت 30 تومنه؟ بعد اون موقع خودش قرار بود چقدر اینه بفروشه؟ این چه حرفیه میزنی؟ کی موقع بفروشه؟ نوریدین بده من این پرنده ببرم. بذار کار نیمه تمام تمامش بکنم پسرمو. بذار من شبا بتونم با وجدان راحت سرمه به بالین بذارم. تو هم وجدان در شدی؟ یعنی وجدان در آوردی؟ چطور اون دو جین طلبکاری که همه دنبالتن در به در این هره میپیچنی؟ اونا هیچ مشکلی برای بالین و وجدان دیجاد نمی کنن؟ نخیرم قضیه زیسمویتی خیلی فرق داره. میفهمی؟ شما عنایت داری اگر تعداد شاهین های جهان کم بشه چه اتفاقی میفته؟ نه خیلی چی میشه؟ خرگوش ها تعدادشان فزونی پیدا میکنه. بعد اگر خرگوش ها زیاد بشن چه میشه؟ چه میشه؟ یعنی تعداد خرگوش ها زیاد میشه. تعداد خرگوش ها هم زیاد بشه هویج کم میشه.
هویج کم بشه دیگه از آب هویج خبری نی و این تأثیر مستقیم رو بینایی مردم میذاره، میفهمی؟ من بی خودی بیام بفرما اینا. این یکی جفشین خودم، این بینایی داره، این از بس آب هویج نخورده نگاه چه شده؟ نگاه آقا خیلی ممنون از توضیحات علمی جناب علی، بسیار استفاده کردیم، ولی الان یه احساسی دارم، حس میکنم که شما روبه مکاری اینه گربه نره و من پینکیو گیره وردیم، ولی من همون کاری که گفتیم انجام میدیم، میبریم تحویل اداره محیط زیستش بیدیم. Goodbye, have a nice day. Have a nice day؟ یعنی من بی خودی به پدر زنم خیانت کردم؟ بابا 30 میلیون و 3 میلیارد مال منه. خودم 3 میلیارد. خود چه میگی برای خودتو؟ ما هنو 50% شانس پیروزی داریم. من پولمو میخوام، من حقمو میخوام. ما قرار بود 3 میلیارد این شاهینه رو به هشام رابط این خارجی بفروشیم، ولی من احمق از ترس پلیس راهنمای رانندگی شاهینه رو پردادم رفت، گویی که جانم خلیلم رفت. زیست بوم مشکل بینایی. بابا بابا نوردین گیان گیان بس 3 میلیارد پوله. اها عزیز من بیا، ما 30 میلیونش میدیم به یه آدم، خب 80% من 20% تو، خلاص. ببین خدا رحمت کنه مادرت، همیشه میگفتش که این خلیل آدم بشه و نیست، من میگفتیم نه بابا بالاخره بیشه، سخت نگیر. گفت نه نمیشه بالاخره، آقا من به همولایتیان خیانت نمی کنم. وایسا بینم کجا میری، یه دقیقه وایسا، باشه درستش میکنم. آقا جان گل 33% من و معیار، 33% خود جنابالی تنها، 33% هم ولایتیات، چطوره؟ خوبه، اینه با هم دیگه میشه 99%، اون 1% چی میشه؟ تو بعید نوری، تو یه زمانی به خمس زکات اعتقاد داشتی. کافر خندید شلکه افشین. بله آقا. یه سه تا چای لباد لیمو برای ما بیاد. بودو بودو من برم سه تا چای بیارم. آقا هویج لازمه به افشین. حکمت و تدبیر الهی چیه؟ اینه که این بنده خدا، این خدا بیامرز، این سفر آخرت رو رفت و در رحمتش کن. خودش یک حکمت چیه؟ پوله؟ پوله؟ چه بنزین مرمش؟ چه رسم قشنگی، خدا بیامرز امواتیم. عزیزان یه عنایتی کنن، این کیسه ای که مقابلشون گرفتن، هر کس هر چقدر در توانشه یه مبلغی داخل این کیسه بندازه، این مبلغ کمک به هزینه مراسمات این محضر میشه، یه بخشش هم سر شمور خیلیه. بیا مثلا اونجا حضرت نوح فرمان داد که از هر موجودی یک جفت داخل کشتی قرار بده. حضرت نوح چه کرد؟ آمد یک جفت خرس، یک جفت آهو، یک جفت پنگوئن، یک جفت عقاب در کشتی قرار بده. میخوام عرض کنم خدمتتون که جایی که
فکر میکنه این دیگه کس تنها شده اونجا که میگه دیگه پشت پناه شیرین پیامک داده اونه به شهینه تو قسمت زنانه است بوله جمعه بوله جمعه کنن. من میدونم داغ دیده اید، مصیبت زده اید که من تا پایان این روزه رو بخونم. دوست دارم صدات کنم. خواهرها دیگه اینقدر جای بیقراری نداره این مطلبی که من دارم میگم. یه خورده مراعات کنید.